علیهم الصلاه والسلام عرض درود و تحیت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم هر جا که هستید و این برنامه را مشاهده می فرمایید در پناه پروردگار عالم، در کنف حفظ حضرت صاحب الزمان علیه الصلاه والسلام، از بلیات دینی و آفتهای دنیوی در امان باشید. پروردگار عالم را سوگند می دهیم به حق حبیبش حضرت سید الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و به حق حجت اکبرش حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام و به حق آینه اسمتش حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و به حق آینه کرم و جودش حضرت امام مجتبی علیه الصلاة والسلام و به حق مظهر برآوردش گردانیدن حاجات حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین، که پروردگارا صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. پروردگارا فرج ولیت، فرج حجتت، فرج خلیفت، فرج ناصر دینت، محیی شریعتت، وارث تمام انبیاءت، وارث حجج طاهرینت صلوات الله علیهم اجمعین و صلوات الله علیه را هر چه زودتر و هر چه سریعتر برسان. به ایشان اذن خروج عنایت بفرما. پروردگارا دشمنان ایشان را نیست و نابود بفرما. عدد دوستان ایشان را بیشتر بفرما. پروردگارا هر چه موانع ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام هست برطرف بفرما و هر چه مقدمات ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام می باشد فراهم بگردان. پروردگارا ما را از شیعیان آن حضرت، ما را از فداییان آن حضرت، ما را از مقبولان درگه آن بزرگوار صلواتک علیه و علی آبائه الطاهرین قرار بده. پروردگارا به ما زیارت آن بزرگوار را مکرر قبل از ظهور، حین از ظهور، بعد از ظهور، هنگام مردن، در عالم برزخ، روز قیامت، در کنار حوض کوثر نصیب بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا بینندگان محترمی که حاجت دارند، بینندگان محترمی که به این شبکه زنگ زدن التماس دعا نمودند، بینندگان محترمی که به این شبکه کمک نمودند، حاجاتشان را برآورده به خیر بگردان. از جمله بلیات دنیوی و اخروی آنها را محفوظ بفرما و با آنها هر حاجتی که دارن از آن بهتر عطا بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خداوند متعال وعده نموده در قرآن کریم که پروردگار عالم مسلمانان را، اهل ایمان را، امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را در امر دینشان در حیرت و سرگردانی نگذارد. علی ما انتم علیه، خصوصا در حالی که منافقین با مؤمنین، خبثا با طیبین با هم زندگی می کنند، در یک مسجد نماز می خوانند، لباسشان یکسان، در یک شهر زندگی می کنند، پشت یک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نماز می خوانند و منافقین همگی ادعای ایمان دارند. خداوند متعال مؤمنین را در حیرت و سرگردانی رها نمی کند که ندانند طیبین چه کسانی هستند، طاهرین چه کسانی هستند و خبثا و منافقین چه کسانی هستند. خداوند متعال موازین مقرر می کند، ملاک های را معرفی می فرماید. پروردگار عالم ملاک ها و موازینی را معین می فرماید که طبق آن ملاک ها و موازین هر وقت هر مسلمانی کمی توجه و التفات بکند به خوبی متوجه می شود که طیبینی که از آنها باید اتباع نمود چه کسانی هستند و خبثایی که از آنها اجتناب نمود چه کسانی هستند. از جمله این موازین پروردگار عالم
جهاد در غزوه احد را معرفی نموده که کسانی که در غزوه احد در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ثابت قدم و استوار ماندند آنها طیب هستند، مؤمن هستند، و کسانی که فرار کردند و قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که برگردید و جهاد بکنید به آن اعتنا نکردند و از هیچ کس حیا نکردند، نه از مسلمانان و نه از کفار، نه از تاریخ و نه از اهل کتابی که در مدینه بودند، از هیچ کس حیا نکردند و فرار کردند. آنها خبثا هستند، خبیث هستند، از آنها باید اجتناب کرد. بینندگان محترم، اگر فرض بکنیم که خداوند متعال به تصریح نمی کرد در قرآن کریم بر این مطلب که من پروردگار عالم در احد کفار را غلبه دادم، کفار را پیروزی دادم به خاطر این حکمت و این مصلحت تا مؤمن از منافق شناخته شود، اگر خدا این را نمی فرمود، آیه ای هم نازل نمی کرد، باز این مطلب واضح و روشن بود. به ادنا تدبری اصلا آیه قرآن کریم در اینجا نباشد، چه جایی که اینجا ده ها آیه قرآن کریم نازل شده در مذمت نامردان از صحابه، منافقین از صحابه، ده ها آیت نازل شده، ترها در سوره آل عمران، سوره براءت، بقیه قرآن را آدم تأمل و تدبر و تحقیق بکند، آیات خیلی زیاد دیگر بر این مطلب هست. حالا اگر خداوند متعال هیچ آیه‌ای را هم نازل نمی کرد، انسان مسلمان، انسان عاقل، اگر تعصب را برای چند دقیقه کنار بگذارد و به اصل قضیه نگاه بکند، می فهمد که آنانی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اونها وعده کرده بود، خدا در قرآن وعده کرده بود که شما اگر در با کفار بجنگید، چه بکشید و چه کشته بشوید، برای شما اجر عظیم هست، و خصوصا این که کشته بشوید و شهادت نصیب شما شود، اجر آن خیلی عظیم هست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. کسانی که در راه خداوند متعال کشته می شوند، آنها اصلا مرگ ندارند، اونها به مهمانی پروردگار عالم وارد می شوند و خداوند متعال به آنها انواع لذات را در بهشت برین برای آنها وعده فرموده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب، و کسی که فرار می کند، او ایمان به گفتار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نداشته و او هیچ وقت نمی تواند درباره او این حکم را صادر کرد که او یقینا مؤمن بوده، بلکه او نامرد، او انسان بزدل، او انسانی که محکوم به خیانت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میدان کارزار می باشد هست. و او به وعده های رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جنت یقین نداشته، به وعده های قرآن کریم به کسی که فرار از جنگ می کند، نافرمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می کند، کافر هست یقین نداشته. لذا بینندگان محترم، اگر آیه قرآنی هم نمی بود، اصل قضیه واضح و آشکار بود. در آیاتی که در این زمینه خدمت شما به عرض رسید، از سوره ما مبارکه آل عمران به آیه 143 رسیدیم. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. آیه را برایتان در جلسه گذشته خواندم و کلام بعضی از مفسرین بزرگ و معروف جماعت عمریه و بکریه که اعتماد این جماعت بر آنها در فنون تفسیر می باشد را در ذیل این آیه مبارکه برای شما بیان کردم. از جمله اقوال، حالا یادم نیست، فکر نکنم بیان کرده باشم، کلام جناب سمرقندی را برای شما در کتاب تفسیر بحر العلوم بی فایده نیست که نشان بدهم. بینندگان محترم، این کتاب تفسیر
بحر السمرقندي معروف بكتاب تفسير بحر العلوم. جزء اول نوشته جناب ابو لیث سمرقندی طبع دار الفکر در این کتاب که در سال 1432 در دار الفکر بیروت چاپ شده، در ذیل این آیه در صفحه 278 این چنین بیان دارد: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون ثم قال الله تبارك وتعالى. و شما تمنای قتال میکردید، عرض شد که موت در اینجا یا به معنای مردن در راه خدا و شهادت هست، یا به معنای اسباب موت و اسباب شهادت و او چیست؟ قتال و جهاد. شما تمنا میکردید که در راه خدا شهید بشوید و یا در راه خدا قتال بکنید. من قبل ان تلقوه، قبل از این جنگ احد. و ذلك انه لما وصف لهم لما وصف لهم الله تعالى بما نزل بشهداء بدر من الكرامه. میفرماید تفسیر این مطلب از این قرار است: وقتی که خداوند متعال آیاتی را در قرآن کریم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ناظر کرد و در اون آیات خداوند متعال وصف کرده بود، بیان کرده بود که خداوند متعال برای کسانی که در جنگ بدر شهید شدند چقدر خداوند متعال باغهای بهشتی، چقدر قصرهای بهشتی و چقدر لذات دیگر بهشتی خدا برای اونها آماده کرده. وقتی که اینها را شنیدند، فقالو، گفتن لیتنا نجد قتالا فنقتل فی ذلک، گفتن ای کاش جنگ دیگری اتفاق بیفتد که ما هم در اون جنگ کشته بشویم. لکی نصیب مثل ما اصابو، لکی نصیب مثل ما اصابو، تا این که ما هم در راه خدا هم به همون ثوابی که اونها رسیدن شهدای بدر ما هم برسیم. فلما لقوا القتال یوم احد هربو، اما وقتی که جنگ و قتال در روز احد اتفاق افتاد هربو. این جمله صحابه ستارگان، این ستارگان، بله حالا چی بگیم دیگه، ستارگان اصحابی که نجوم، این ستارگان فرار کردن. فعاتبهم الله بقوله، پس خداوند متعال اونها را عتاب فرمود و اونها را سرزنش فرمود. ولقد كنتم تمنون الموت، یعنی القتال و الشهاده، من قبل ان تلقوه، شما تمنای مرگ، کشته شدن داشتید، شما تمنای شهادت داشتید قبل از جنگ احد. پس تمام اون حرفایی که میزدید اونها دروغ بوده، شما دروغ میگفتید، لاف زدن در سر سفره، در سر سفره چرب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و این شهادت صریح قرآن کریم به دروغگو بودن چی کدام کسانی؟ دروغگو بودن حاربین، یعنی فرار کنندگان از احد. و ما میدانیم و قبلا برای شما ثابت کردم از کتاب های عمریه به روایات صحیحه که عمر، ابوبکر، عثمان، اینها از فرار کنندگان از احد هستند بالاجماع و در این مسئله خلافی نیست و خود اینها تصریح کردند. فقد رأيتموه يوم احد وانتم تنظرون الى السيوف فيها الموت، پس شما روز احد این قتال را دیدید و انتم تنظرون الى السيوف. ایشان اینجوری آمده، بله ترجمه کرده که و انتم تنظرون یعنی با اون شمشیرهایی که از اون شمشیرها مرگ میبارید، اونها را دیدید و اون وقت اون شمشیرها را وقتی که دیدید هی پا به فرار گذاشتید و فرار کردید. مفسرین دیگر جماعت عمریه هم پیرامون این آیه کلماتی دارند که بیفایده نیست برای شما نشان بدم. در کتاب التحریر و التنویر که یک نوشته یکی از معاصرین از مفسرین جماعت مخالفین هست، تفسیر و تحریر و التنویر، تألیف سماحة الأستاذ الشيخ محمد طاهر بن عاشور، الجزء الرابع که از علماء مخالفین می باشد این شخص، در این کتاب اگر ما صفحه 85 مراجعه بکنیم تفسیر این آیه مبارکه را اونجا ایشان آورده. این تفسیر، بله این صفحه 84، بله سو
سوره آل عمران. بله این اشتباه شده، صفحه 85 باید جلوتر بریم. بله خدمت شما عرض کنم، چون آیه 143 باید باشه، این آیه 132 هست. چنده؟ بله درست شد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. این صفحه چنده؟ صفحه 107. صفحه 107 در این کتاب. خب دوستان عزیز بیننده، والخطاب للاحياء، میفرماید کلام القی الیهم به اجمال بالغ غایت الایجاز، میگوید که این کلام را پروردگار عالم که در این جمله فرموده، القی الیهم به اجمال، یک کلام خیلی مجمل مختصر گفته خداوند متعال، یک جمله کوتاه. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه وانتم تنظرون، همش یک سطر، از یک سطر هم کمتر، یک کلام خیلی موجز گفته. اما میفرماید این مفسر بالغ غایت الاعجاز، در بلاغت، در نهایت، بالغ غایت الاعجاز که در اختصار و موجز بودن نهایت کوچک، نهایت کوتاه است. بعد میگوید لیکون جامعا بین الموعده والمعذره والملام والواو عاطفه او الحالیه، تا این کلام جامع باشد بین نصیحت کردن و بین عذر کوتاه کردن و ملامت کردن، و واوش میگد واوش عاطفه یا حالی هست. خیلی خوب. والخطاب للاحیاء، خطاب برای زندگان است. الذين لم يذوقوا الموت ولم ينالوا الشهاده، کسانی که نمردن انو شهید نشدن، اونایی که فرار کردن. والذين كان حظهم في ذلك اليوم هو الهزيمه، همون کسانی که در روز احد بله نصیبشان از جهاد چی بود؟ نصیبشان از جهاد فرار کردن بود. فقوله كنتم تمنون الموت اريد به تمنى لقاء العدو يوم احد وعدم رضاهم بان يتحصنوا بالمدينه، اینها کسانی بودند که ولقد كنتم تمنون الموت من قبل، اینها کسانی بودند که قبلا ادعا میکردند، لاف میزدند که ای کاش ما ملاقات بکنیم با دشمن، بله، و با در احد با اونا دوچار بشیم، و کسانی که با اونا مشوره دادن که نه شما به سوی احد نرید، در مدینه بمانید، هم جنگ همینجا صورت بپذیرد، اونا رو گفتن نه شما ترسو هستید، ما میخوایم بریم بجنگیم. بله ولكنهم اظهروا الشجاعه وحب اللقاء ولو كان فيه الموت نظرا لقوه العدو وكثرته، فالتمني هو تمني اللقاء ونصر الدين باقصى جهدهم، ولما كان ذلك يقتضي عدم اكتراث كل واحد منهم بتلف نفسه في الدفاع رجاء يكون قبل هلاكه قد ابلى في العدو. خلاصه دوستان عزیز، همون کلماتی که من قبلا خدمت شما عرض کردم، ایشان هم همون کلماتی که بقیه مفسرین گفتن اونها رو تکرار میکنن که اینها تمنا و ادعا و تمنای کشته شدن و جهاد کردن در راه خدا را داشتن، ولیکن هنگامی که مقابل عدو قرار گرفتند اینها فرار کردن. خب این آیه مبارکه به همین مقدار اکتفا می شود، و بقیه دوستان عزیز بیننده از اهل علم که این مباحث را ملاحظه می کنند می توانند به کتب تفسیر خودشان مراجعه بکنند و تحقیق بیشتر بکنند. بینندگان محترم، این ادعای شجاعت از طرف صحابه که مسئله معروفی هست، میگن شیر خانه روبای صحرا، شیر خانه روبای بیرون، این خیلی زیاده در بین صحابه. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به صحابه خودشان فرمودن لتتبعن سنن اليهود و النصارى، که شما سنن یهود و نصارا را پیروی میکنید. لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا بذراع، قیل اليهود و النصارى، قال صلى الله عليه واله وسلم فمن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به صحابه خودشان فرمودند که شما اتباع میکنید از سنن، از کارهای، راهکارها و روشهای یهود مو به مو،
قدم به قدم. صحابه گفتن یهود و نصارا، فرمودن که بله یهود و نصارا رسول خدا صلی الله علیه و آله. شما در قرآن کریم ملاحظه می فرمایید که در سوره بقره جماعتی از بنی اسرائیل بعد از موسی علیه السلام در زمان حضرت اشمعیل علیه السلام آمدن پیششان گفتن که به ما اجازه قتال بدی. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا. حبیب من، داستان اون عده از بنی اسرائیل که بعد از حضرت موسی علیه السلام بودند که پیش پیغمبرشان آمدند و گفتند که ما یک فرمانده از شما میخواهیم، یک فرمانده برای ما تعیین بکنید، یک امیر برای ما تعیین بکنید که ما جهاد در راه خدا بکنیم. نبی به اونها گفت هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. نباشد این چنین، هل عسیتم، نباشد این چنین که شما و انگامی که جهاد بر شما واجب شد، قتال بر شما واجب شد، اون وقت شما نجنگید. مانند شیعیان امروز که میگن اللهم عجل لولیک الفرج. خب وقتی که حضرت ولیعصر علیه السلام تشریف بیارن، اون وقت بله، وقتی که امتحانات را دیدن، ابتلاعات را دیدن، مشکلات را دیدن، بگن نه شما فعلا ظهور نکنید، شما پس برید همون جایی که بودید، فعلا این اوضاع خیلی حاده، فعلا این اوضاع خوب تر بشه بعد شما تشریف بیارید. و این خبر منصوصه که عده‌ای از علما به حضرت ولی عصر علیه السلام همچنین میگوین لا حاجت لنا بک یا ابن رسول الله ارجع من حیث شئت، ای فرزند رسول خدا. خب میشناسن که این امام زمان علیه السلام که ظهور کردن، میگوین که فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما به شما احتیاجی نداریم، شما از اون جایی که آمدید همونجا پس تشریف ببرید. خب بینندگان محترم، این عده از بنی اسرائیل آمدن پیش پیغمبرشان، پیغمبرشان فرمودن که اگر جهاد واجب شد شما اون وقت نشود جهاد نکنید، فرار بکنید. گفتن و ما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ابنائنا و ديارنا، ما چطور در راه خدا قتال نکنیم در حالی که ما را از خانه های ما این کفار کشیدن، ما را از زن و بچه ما دور کردن، ما جهاد میکنیم. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، وقتی که جنگ شروع شد، جنگ بر اونها واجب شد، همگی فرار کردن الا عده خیلی کم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به صحابه خود که شما پیروی میکنید از سنن یهود. یکی از سنن یهود که صحابه پیروی کردن همین میباشد که به نص قرآن کریم صحابه انبیاء بنی اسرائیل، صحابه اشمعیل و ارمیا علیهم السلام، اصرار کردن که بر ما شما امیری نصب کنید تا ما جهاد در راه خدا کنیم. وقتی که جهاد شروع شد فرار کردن. صحابه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به نص قرآن کریم، این آیه را که برای شما خواندم، به نص قرآن کریم فرمودن، قرآن فرمود که شما قبلا ادعای قتال داشتید، ادعای جنگ داشتید، ادعای کشته شدن در راه خدا داشتید، اما وقتی که قتال بر شما واجب شد همگی شما فرار کردید، همگی شما کنار رفتید. دوستان عزیز بیننده، این مطلب که شما پیروی میکنید از سنن یهود و نصارا در صحیح ترین کتاب های جماعت عمریه آمده، از جمله در کتاب بخاری. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، صحیح البخاری نوشته محمد ابن اسماعیل بخاری طبع دارحیات تراث که در سال 1422 در دارحیات تراث چاپ شده. ملاحظه بفرمایید در این کتاب بینندگان محترم صفحه 618 و جاهای دیگر هم آمده در این کتاب، کتاب و احادیث الانبیاء باب و ما ذکر عن بنی اسرائیل، رقم روایت هست، عدد شماره روایت 3456، روایت کرده از ابی سعید خدری رضی الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا. شما به تحقیق اتباع و پیروی میکنید از سنت های اون کسانی، ملت هایی که قبل از شما بودند، شبرا بشبر، بالش به بالش، ذراع به ذراع، انگشت به انگشت، یعنی مو به مو به اصطلاح فارسی. ذراع در زبان عربی از اینجا تا اینجاست و خدمت شما عرض کنم شبر از این نوک انگشت کوچک تا نوک انگشت بزرگ پیروی میکنید. حتی لو سلکو جحر ذب لسلکتمو، حتی اگر بنی اسرائیل در سوراخ یک حیوان مثلا رفته باشند، شما هم این کار را میکنید، خودتان به یک سوراخ حیوان میزنید. یعنی این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معنایش این است که تمام راهکارها و تمام سنت های بنی اسرائیل را شما ای صحابه پیروی خواهید کرد. قلنا یا رسول الله الیهود و النصارا، عرض کردیم یا رسول الله یهود و نصارا. قال فمن، فرمودن پس چه کسانی؟ خب دوستان عزیز بیننده، اصحابی که نجوم به ایهم اقتدیتم احتدیتم، چطور میتواند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امتش را توصیه بکند به پیروی از صحابه که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داره همین صحابه پیروی از یهود میکنن، همین صحابه پیروی از یهود و نصارا میکنن و پیروی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم را رها میکنن. و من قبلا پیرامون این مطلب امین حدیث با شما یک دو جلسه صحبت کردم و سخنرانی کردم. عرض شد که از جمله سنت های یهود که صحابه پیروی کردن همین ادعای شجاعت بود قبل از جنگ و فرار کردن از جنگ بعد از شروع جنگ و جنگ نکردن بعد از شروع جنگ. بینندگان محترم، از کسانی که از جمله آیاتی که بر این مطلب نازل شده در قرآن کریم و قرآن کریم تصریح دارد، آیاتی هست در سوره مبارکه نساء بر همین شبیه آن چیزی که در سوره آل عمران بود. من برایتان آیات را میخوانم و ترجمه وهابی ها را نشان میدم که چیگونه ترجمه کردن. این قرآن کریم چاپ عربستان سعودی با ترجمه فارسی، افتخار دستور چاپ این قرآن کریم و ترجمه معانی آن توسط خائن حرمین شریفین ملک فهد ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی به انجام رسید، خدا لعنتش کنه. بله، در این قرآن کریم سوره نساء آیه 77، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. آية ديدئيد اون کسانی را که به اونها گفته شد کفو ایدیکم، به اونها گفته شد که دست از جنگ بردارید. این کی گفته شد که جنگ از دست از جنگ نگه دارید؟ در مکه مکرمه. در مکه مکرمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصا مورد اذیت و اهانت کفار مشرکین قرار می گرفت. مسلمان ها که کتک می خوردن، اذیت می شدن، آزار می کشن مرد و زن. بعضی از این صحابه می آمدن پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادعای مردانگی می کردن، ادعای شو یا رسول الله شما چرا به من اجازه نمیدی؟ من خیلی شجاع هستم، من خیلی دلاور هستم، به من اجازه بده من شمشیر را بکشم کار اینا رو یک طرفه بکنم. آیا دیده اید با آن گروهی که به اونها فرمان داده شد که دست نگه دارید از جنگ کردن و اقیم و صلات و آت و زکا و اقامه بکنید نماز را و بدهید زکات را؟ در مکه جهاد واجب نبود، نماز بخوان بله خدمت شما عرض بکنم که زکات بده، این امور واجب بود، حتی صیام هم در مدینه ظاهرا واجب شده روزه. فلما کتب، اما بعد از هجرت به مدینه، کتب علیهم القتال، جهاد بر آنها، جنگیدن در راه خدا بر آنها واجب گردانیده شد. در این هنگام اذا فریق منهم، شما در این هنگام میبینید که یک جماعتی از آنها چی؟ فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله،
از کفار یخشون الناس، ناس یعنی کفار، لشکر مقابل از لشکر مشرکین، این چنین میترسند، این چنین وحشت دارند که خشیت الله، گویا اینکه همونطور که از خدا میترسند از اونا میترسند. بعد میفرماید او اشد خشیت، بعد میفرماید که نه از خدا هم به اون اندازه نمیترسند اینا که از لشکر کفار میترسند اینا مردا. اینا چقدر نامردن، اینا چقدر بزدلن و چقدر دروغگو. آخر اون اگر تو منافق نباشی اون زمانی که در مکه بودی چرا لاف شجاعت میدادی؟ خب معلومه که اون حرفای دروغ بود. حالا که هنگام جنگ رسیده، بله از اون قدر از خدا تو نمیترسی که از کافر میترسی. خب دوستان این جمله صریحه که در مهاجرین منافق موجود بوده، جماعت عمریه و بکریه ادعا میکنن که در مهاجرین منافق نبوده، در مکه کسی منافق نبوده، منافق فقط در مدینه پیدا شده. این حرف دروغه که در مکه منافق نبود. این آیه مبارکه صریحه که مسلمانانی بودند که در مکه مکرمه پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می آمدند، عدد اینها هم کم نبوده، عددشان هم زیاد بوده، می آمدند و لاف می زدند که یا رسول الله به دروغ مرا اجازه جهاد بده، دروغ همش. حالا نم هدفشان از اون چی بوده؟ میخواستن یک فتنه برپا بشه که همه مسلمان ها کشته بشه، چون اونجا معلوم بود در مکه همگی مسلمان ها عددشان کم، در به دیوار با کفار و مشرکین اونها عددشان زیاد، جنگ بشه هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کشته بشه، هم بقیه مسلمان ها تار و مار بشون. شاید هدفشان امین بوده، چون اینا که دعوت به جهاد میکردن در مکه دعوتشان دروغین بوده، دعوتشان حق نبوده. پس ثابت شد که در مهاجرین قبل از هجرت هم منافق موجود بوده و خداوند متعال بر نفاق آنها، بر دروغ بودن آنها و دروغ بودن آنها و اینکه اونها از خدا نمیترسند، از خدا نمیترسند، از مشرکین میترسند، خود خدا در قرآن کریم تصریح فرموده. بعد من میگم بله السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. خب این در بین مهاجرین واضح و آشکاره، در بین مهاجرین منافق موجود بود. یا اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه الله اشد خشیه. اینها بینندگان محترم من از خدا اونقدر نمیترسند که از کفار میترسند. بعد چی میفرماید؟ وقالوا و این چنین گفتن ربنا لما كتبت علينا القتال. اون وقت بر خدا اعتراض کردن، همین جماعت صحابه که از هجرت کردن از مدینه آمدن، پروردگار تو اصلا چرا این جهاد دیگه چی چیزی که تو واجب کردی؟ لما كتبت علينا القتال، تو اصلا چرا جهاد رو بر ما واجب کردی؟ این چیز درست نیست، این مصلحت اسلام و مسلمین در آن نیست، با خدا اشکال، یعنی خدا تو اشتباه کردی. خب این صریحه که اینها حتی ایمان به پروردگار عالم ندارن و کار خدا را غلط میدانن. لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب. تو ما را بگذار که ما تا یک مدت در این دنیا راحت باشیم، آخر دور جهاد بکن، راحت باشیم. اینجا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سنت تشریف داره، ایشان زکات از این برون بر میاد بین ما تقسیم میکنه و ماشاءالله این یکی عمر را ببینی که شکم بندازه، بله یک گونی برنج. عثمان را ببینی بندازه چهار گونی برنج شکم، این شکم اینقدر خورده مفت. بله ابو بکر همچنین، همه اینا. لولا اخرتنا الى اجل قریب، قول پیغمبر حبیب من بینها بگو متاع الدنیا قلیل، متاع دنیا زندگی دنیا این کوچیکه اندکه، والآخرت و خیر لمن اتقا، والجهان آخرت این بهتر هست، خوبتر هست برای اونایی که اهل تقوا باشد. ولا تظلمون فتیلا، و شما به اندازه فتیل، به اندازه خیلی کم شما به شما ظلم نخواهد شد. و بعد اینما حالا من این آیه را خدمت شما عرض بکنم که ترجمهش را ببینید وهابی ها چگونه ترجمه کرده. آیا ندیدی به سوی کسانی که ایشان را گفته شد دستهای خود را باز دارید، حاشیه شستم، یعنی جنگ مکنید، خب اما حرف ما را گفته، و نماز برپا کنید و زکات بدهید، یعنی پس قبول کردن. خب پس قبول کردن، پس چون جنگ نوشته شد، یعنی جنگ برای ایشان واجب شد، چون جنگ نوشته شد برای ایشان، ناگاه گروهی از ایشان از مردمان میترسند مانند ترسیدن از خدا یا بیشتر، و گفتن ای پروردگار، ای پروردگار ما، چرا بر ما کارزار را نوشتی؟ چرا تا زمان نزدیک به ما مهلت ندادی؟ بگو بهرمندی دنیا اندک است و آخرت بهتر است، کسی را که پرهیزگاری کند و مقدار رشته ستم
و مقدار رشته ستم کرده نخواهید شد. اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا که باشید مرگ دنبال شما می آید. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو اینکه شما در برج های محکم باشید. و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله، اگر به اینها خیر برسد، اینها چی میگن؟ همین جمع صحابه میگن که این از جانب پروردگار عالم، مثلا زکات میاد، مال میاد، اینا میخورن دیگه، مفت، مال مفت از بیت المال، اینا میگن این از پیش خدا هست. و ان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك، و اگر به اینا گزندی برسد به همین صحابه، میگن پیغمبر را ملامت میکنه که تو این کار را کردی که این گزند به ما رسیده، این بدی به ما رسیده، فلانی مثلا در جهاد دستش زخمی شده، فلانی فلان کار شده، این پیغمبر اشتباه کرده علیه الصلاه صلی الله علیه و آله. قل کل من عند الله، بگو همش از جانب خداست، اون زکاتی که میخورید اونم از جانب خداست، اون جایی که من شما را امر به جنگ میکنم یکی از شما نامردا زخمی میشد اونم از جانب خداست. کل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادوا يفقهون حديثا. ها، خداوند متعال همین جمع صحابه‌ای که از مکه هجرت کردن آمدن، اونا رو ببین چطور ملامت میکنن، میگن اینا چقدر، فما لهؤلاء القوم، این جماعت را چه شده؟ لا يكادون يفقهون حديثا، اینا هیچ حرفی را نمیفهمند، خودشان به نافهمی میزنن. الله اکبر، سبحان الله. پس چی شد دوستان عزیز؟ این اصلی که من گفتم هر جا عقل است عمریه نیست، هر جا عمریه هست عقل نیست، این را خدا اول گفته، خود در باره خود رهبرای عمریه گفته. این را خداوند متعال خودش در باره رهبران عمریه، در باره صحابه، اصحابی که نجوم، همون ستارگان میدان دوش، میدان دویدن، در باره اونها فرمود. ترجمه وهابی ها رو ببینیم، وهابی ها چیگونه ترجمه کردن. هر جا که باشید مرگ شما را در میابد، اینما تکونو یدرککم الموت، و اگر چه در محلهای محکم باشید، و اگر به ایشان نعمتی برسد گویند از نزد خداست، و اگر به ایشان شدتی برسند یعنی سختی گویند یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم این از نزد توست، بگو همه از نزد خداست، پس چه حال است این قوم را، نزدیک نیستند که سخنی را بفهمند. خب این ترجمه یانا. حالا دوستان عزیز بیننده، خدمت شما به عرض برسانم که تفسیر این آیه مبارکه از کتب جماعت عمریه، من خدمت شما، بلکه شأن نزول این آیه درباره چه کسانی از صحابه هست، من برای شما نشان بدهم دوستان عزیز بیننده. این کتاب سنن نسائی هست، که حالا شما فکر نکنید که الله یاری این را درباره مهاجرین مکه گفت، الله یاری اشتباه گفته، ببینید خود علمای اینها در اینها چه روایت کردن. کتاب سنن نسائی نوشته ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی، همون کسی که را کشتن، این احمد بن شعیب نسائی را قد کتک زن که بنده خدا مرد کشته شد، گفتن تو درباره معاویه حدیث نقل کن، معاویه را برای ما تعریف کن، گفت بلد نیستم، دروغ گفتن که گناه، تعریفش را بگم چیزی بلد نیستم، گفتن حتما یک حدیث بگو، گفتم من از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم چیزی روایت میکنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم معاویه را دربارش گفته لا اشبع الله بطنه، خدا شکم معاویه را سیر نکنه، بلند شدن قد کتک زدن این احمد بن شعیب را، بنده خدا را کتک زدن که زخمی شد، اما جسدش را از مسجد بیرون انداختن، بعد بنده خدا وصیت کرد که مرا جایی ببرید، بردندش، حمل کردندش تا جایی، اونجا مرد، از دنیا رفت. و این کیه بینندگان عزیز؟ این از کبار محدثین این هست، یکی از صحاح سته، خب همین سنن نسائی هست و سنن کبرای او غوغا هست و از بزرگترین علما اینها در فن حدیثه. و دوستان عزیز بیننده، وقتی که آدم در رجال بخاری و در رجال مسلم و در محدثین جماعت عمریه از قدمای اینها، اونهایی که در قرن اول بودن، قرن دوم بودن، قرن سوم بودن، از تابعین و اتباع تابعین، اونها وقتی که آدم مطالعه میکنه در میابه که خیلی از اینها شیعه بودن اما در تقیه بودن، خیلی از اینها شیعه بودن و در تقیه بودن، خیلی زیادی از اینها شیعه بودن و در تقیه بودن. اما من نمیگم سنن نسائی شیعه بودن،
اونایی که شیعه بودن انسان میتونه حکمی به تشیع آنها بکن، اونا شناخته شده نیستن، چون اونا کسانی نیستن که وهبی یا ابن حجر عسقلانی یا ابن ابی حاتم، اینهایی که معروفین هستن در جرح و تعدیل، اونها را مشهور بکنن بین مردم، زیاد از اونها تعریف بکنن. اما وقتی که انسان وارد کتاب های روایی اینها میشه، خیلی راویان زیادی هستن که اینها میگن فلانی منکر الحدیث هست، حدیثش را ما نمیتونیم قبول بکنیم، فلانی منکر. وقتی که میبینی که گناه این شخص چی بوده، روایات که اون شخص مراجعه کرده، میبینی که او در فضل امیرالمومنین علیه السلام روایت نقل کرده، روایات معمولی را که در فضل امیرالمومنین علیه السلام نقل میکرده، اون شخص را متهم میکردن که این بله منکر الحدیث است، حدیثش را نباید نقل بکنید و قبول بکنید. و این طور اشخاص خیلی زیاده، اغلب کسانی که درباره اونها گفته میشه حدیثه واهی یا منکر الحدیث، اینها اغلب اینها شیعه بودند، و فقط به جرم اینکه اینها پیرو اهل بیت علیهم السلام بودند و در مذمت خلفا روایت نقل کردند و در مدح اهل بیت علیهم السلام روایت نقل میکردند، اینها را اینچنین تفسیق کردند و اینچنین دربارشان گفتند. و سابق اینچنین بود، یعنی در قرن دوم قرن سوم علم فقط حدیث بود، علم فقط روایت بود، یعنی کسانی که میخواستن مسائل نماز را یاد بگیرن به پیش علم روایت حدیث را نقل میکردن، میخواستن سیر و مغازی را بفهمن روایت حدیث گوش میکردن، تفسیر قرآن چی هست روایت حدیث را. یعنی اینها این همه این علوم اسلامی، چه فقه، چه خدمت شما عرض بکنم که اخلاق، چه تاریخ، همه اینها در دل حدیث بود، و تفسیر، همه اینها در دل حدیث، علم حدیث. و مردم به طریق از روات یاد می گرفتن، و تعلیم هم به طریق روایت و به طریق حدیث بود. لذا اونهایی که شیعه بودند، متمسک به اهل بیت علیهم السلام بودند، و اینچنین در مشقت بودند. علی کل حال، کتاب سنن النسائی نوشته احمد بن شعیب نسائی، تبع دارحیات تراث العربی. در این کتاب دوستان عزیز، بین صفحه 518 اگر ما مراجعه بکنیم، این کتاب الجهاد هست، باب وجوب الجهاد، باب وجوب الجهاد. در این کتاب روایت 3086، اخبرنا محمد بن علی ابن الحسن ابن شقیق قال انبأنا أبي قال أنبأنا الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس. بإن سند متصل كهم رجال ثقات هس وسند متصل هس والروايات صحيح هس. دوستان عزيزي بيننده، روايات كرده از ابن عباس، وما على صابت منكم كروايات صحيح، أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، بمكة. عبد الرحمن ابن عوف و یاران او، و شما اگر تاریخ را ملاحظه بکنید، یاران عبد الرحمن ابن عوف چی کسان؟ عثمان، ابوبکر، عمر، اینا هستند. اما وقتی که اینها میخوان با اونها را پنهان بکنن، وقتی که یک مسئله عیب باشه، ابوبکر عمر را ذکر نمیکنن، چون این قاعده هست نزد محدثین اینها از بخاطر شدت تعصب که ابوبکر عمر را هیچ وقت به بدی یاد نکنن. اما همین که گفت اصحاب عبد الرحمن ابن عوف، در تاریخ این مسلمه که عثمان، ابوبکر و عمر اینها اصحاب و یاران عبدالرحمن ابن عوف بودند، و این واضح و آشکار. آمدند پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در مکه، یعنی قبل از هجرت. قال یا رسول الله، گو عرض کردند یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، انا کنا فی عز و نحن مشرکون، اون زمانی که ما مشرک بودیم، ما در عزت بودیم، ما در عزت بودیم، محترم بودیم، آبرو داشتیم. فلما آمنا صرنا اذله، اما وقتی که به شما ایمان آوردیم، ما ذلیل شدیم. خب، ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون. قرآن کریم صریح فرمود که عزت از برای خدا هست، از برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و از برای مؤمنین هست، اما منافقین این را نمیفهمند. پس ثابت شد که به نص قرآن کریم عبد الرحمن ابن عوف و جماعت او اینا منافق بودن. علا کل حال، علا تعن اینجا نیست، خوب ببینید. فقاله اینی امرتو بالعفو،
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند به من امر کرده که من گذشت داشته باشم، دیگر فعلا وقت جهاد نیست. فلا تقاتلوا، جنگ نکنید. فلما حولنا الله الى المدینه امرنا بالقتال. اینجا این را با خط تیره چاپ کرده که گویا این بله کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، این خط تیره اشتباه، این باید هم خط معمولی باشه. وقتی ابن عباس میگوید که وقتی که خداوند متعال مسلمانان را آورد به مدینه، امرنا بالقتال، خداوند متعال به ما امر کرد به قتال. فکفو، پس همین جماعت اینها دست برداشتن از جهاد و ترسیدند، و همونطور که قرآن کریم فرمودند، قرآن کریم فرمود که اینها از خدا اونقدر نمیترسند که از کفار قریش میترسند. فانزل الله عز وجل، پس خداوند متعال این آیه را درباره کی؟ عبدالرحمن ابن عوف و اصحاب او نازل کرده. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه. این آیه مبارکه که قبلا خواندم که قرآن کریم تصریح داره، اون جماعتی که در مکه ادعای شجاعت میکرد، وقتی مدینه آمد جهاد واجب شد، از کفار اینچنین میترسند که از خدا نمیترسند و به خدا اشکال میگیرند، به خدا خطا میگیرن که تو چرا اصلا جهاد رو واجب کردی. و قرآن کریم میفرماد که اینا چنین منافقینی هستن که هیچ حرف را نمیفهمن، به دروغ به پیغمبر نسبت میدن که تو به ما صدمه رسانی، پیغمبر را ملامت میکنن. خب این کی؟ این عبدالرحمن ابن عوف و اصحاب عبدالرحمن عوف. آیا این روایت صحیحه یا صحیح نیست؟ خب اصحاب عبدالرحمن ابن عوف گفتم که ابوبکر و عمر و عثمان، به نص تاریخ و این مسلمه. دوستان عزیز بیننده، این روایت صحیحه یا صحیح نیست؟ در کتاب خدمت شما عرض کنم که صحیح سنن نسائی، این را زود برای تنشان میدم، بعد تلفن های شما عزیزان را جواب بدم. سنن صحیح نسائی نوشته البانی، مجلد ثانی، طبع و مکتبت المعارف في الرياض. البانی دوستان عزیز جماعت وهابیت او را اصلا معصوم میدن. البانی جماعت وهابی اصلا معصوم میدن. هر روایت را که گفت صحیح و صحیح، هر روایت را که گفت او ضعیفه ضعیفه، دیگر یک و دو باش ندارن. این البانی و این البانی نهایت متعصب بر علیه شیعه. حالا مرده، خدا لعنتش بکنه، حدوده حالا نمیدونم در 20 سال میشه مرده، خیلی متعصبه بر علیه شیعه و کتاب های زیادی نوشته و بیشترش هم در فنون روایت حدیث بوده. روایات مسلمه متواتره که در فضل امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام باشد، او را تضعیف میکنه و به انصافی با بله پر روی کامل روایت حدیث الطیر را که ابن جوزی آورده در علل خود، هیچ راه دیگر نتوانست که او را تضعیف بکنه. گفت که عبید الله ابن موسی در حالی که خودش میگه ثقه است از رجال بخاری و مسلمه، و رجال بخاری و مسلم بالاجماع نزدشان عدول هست، و جرح در رجال بخاری و مسلم نزدشان اصلا مقبول نیست، او را بخاطر عبید الله ابن موسی میگه من به این خاطر را تضعیف میکنم. یک آدم اینچنین، یعنی ملازاده، اما ملازاده آدم بی سوادیه، او یک کمی مثلا تحقیق اینا داره، همچنین آدم. خب البانی همچنین شخصی هست. این صحیح سنن نسائی که روایت صحیحه را از ضعیفه در سنن نسائی جدا کرده، چاپ ریاض که در سال 1419 در مکتبت المعارف ریاض عربستان سعودی این کتاب چاپ شده. در اینجا اگر ما صفحه 365 مراجعه بکنیم عزیزان من، همون کتاب سنن نسائی باب وجوب الجهاد، روایت اول 3085 صحیح الاسناد، روایت دوم 3086، عن ابن عباس ان عبد الرحمن ابن عوف واصحابا له اتوا النبي صلى الله عليه واله بمكه فقالوا يا رسول الله انا كنا في عز الى اخره، فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة يقول صحيح الإسناد. ميقول كين روايات صحيح الإسناد. خب بينندگان محترمين،
بیننده پس به روایت صحیح ثابت شد که خداوند متعال مکرر این جمع را به نفاق خود خدا وصف فرموده، وقتی که خود این جماعت در صحیح حدیث صحیح آوردن که این آیه‌ای که اینها را توصیف میکند به منافق بودن، توصیف میکند به اینکه از خدا نمیترسند، از کفار میترسند، توصیف میکنند به اینکه بر خدا اشکال میگیرند که تو اصلا چرا بر ما جهاد را واجب کردی، یعنی خدا را کسی که خطا کار بداند دیگه او پیغمبر را نه اعتقاد به پیغمبر داره نه به خدا داره، قطعا منافق. و کسی که خداوند متعال خودش در قرآن کریم فرموده فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، که اینها چقدر نادان و نافهم هستند، هیچ حرف را نمیفهمند. بینندگان محترم، این در شأن بزرگترین صحابه اینها عبدالرحمن او ابن عوف و اصحابی او، اصحابی او، یاران او، ابو بکر، عمر و عثمان، و این خیلی واضح و آشکار نازل شده. دیگر دوستان عزیز بیننده، اون آیات دیگر هم که در فرار ابو بکر و عمر و عثمان در جنگ احد نازل شده، اونها را هم خدمت شما خواندم، اون آیات زیاد مانده، مطالب زیاد مانده، در جلسات بعدی انشاءالله خدمت شما هست. سلام.